الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر شریف برادران، رفقا، فضلای بزرگوار، و تشکر میکنیم از اظهار لطف و بزرگواری آقا که از باب مهمان نوازی فرمایشات فرمودن، و الا شأن بنده خیلی پایین تر از همه این حرف هاست. توفیق بزرگی است که محضر شما شرف یاب میشیم و در موضوعی که یک زمانی یک صدای تنها در حوزه شیعه، یک صدای غریب بود، وقتی امام در نجف خارج فقه حکومت اسلامی رو مجبور شد در ذیل یکی از فروع فقهی مطرح بکنه، یه دورانی بود که بحث امر به معروف و نهی از منکر هم از رساله ها حذف شده بود. یعنی تو توزیع المسائل شما از واجبات در طهارت و نجاست و طواف و اینا چیزی میدیدید، اما راجع به اصل سرنوشت امت چیزی نمیدیدید. یعنی حتی امر به معروف و نهی از منکر که واجب قطعی است، جزء در حد نماز و روزه و زکات و اینها، خمس و اینها در حد واجبات و فروع اصلی عملی احکام دینی است، رسما از رساله ها هم حذف شد. امام باز برای اولین بار بعد از یک دوره وقفه طولانی اینو به عنوان حکم فقهی دوباره مطرح میکنه در رساله، و در درس و بحثاش هم باز نمیتونه ایشون بحث فقه حکومت رو به عنوان یک باب، یک کتاب مستقل، بلکه کتاب همه کتاب ها، مادر همه کتاب ها که تمام احکام اجتماعی فقه، حتی عبادات جمعی مثل حج، مثل نماز عید، اینها به مسئله حکومت گره خورده، مسئله حکومت اسلامی و شرعی و حاکم گره خورده، امام حاکم، در این حال مسیر فقه شیعه و حوزه‌های شیعه به سمتی رفت یا از باب فشار و تحمیل و تقیه و ضرورت و اینها، و یک بخشش هم از باب راحت طلبی و این که چون حکومت دست ما نیست بس اصلا راجبش حرفم نزنیم، بحثم نکنیم مستقیم. فشارهای سیاسی هم البته بود، یعنی کافی بود یک کسی بیاد یک درس حکومت اسلامی رسما را بندازه، و معنیشی بود که داره اصل مشروعیت رژیم‌های حاکم رو به چالش میکشه. ولی فقط رفیق بد نبود، زغال خوبم بی تأثیر نبود. یک بخشش فشار دشمن و اجبار و اضطرار و اینا بود، یک بخشش هم راحتی بود، راحت طلبی بود. در باب ولایت فقیه حکومت اسلامی و عنصر مقاومت و فقه مقاومت، فقه جهاد، فقه امر به معروف نهی از منکر، فقه نفی سبیل کفار بر مسلمین و و و، خب خیلی بحثات تو کتابا بود، از قبل از امام همیشه بوده توی کتابات. تفاوت امام که بعضیا اشتباهاً گفتن ایشون تئوریسین و مبدع ولایت فقیهه، که این حرف ذم یشبه المدحه، چون معنیش یه جور بدعت دیگه، یعنی ایشون ابداع کرده ولایت فقیه، یعنی چی؟ یعنی در سنت فقهی شیعه همچی چیزی نبوده، ایشان آمده اختراع کرده، ظاهرش مدح امامه ولی در واقع از این دیگه بزرگتر مذمت نیست، یعنی بدعت گذاشتی. ابداع غیر از بدعت است. ضمن اینکه هنر بزرگ امام در به لحاظ فقهی نظری، حالا چون ما راجع به فقه مقاومت و فقه سیاسی از منظر امام بحث میکنیم، دو تا خصوصیت در ایشون بود به نظر من، ولی ایشون مبدع ولایت فقیه نیست، اصلا نمیتونه کسی چیزی رو ابداع کنه، به این بدعت بگذاره. چی رو ابداع کرد؟ به سنت اهل بیت برگشت، که آقا این دین برای در مقام فهم همه دین را باید فهمید، همه احکام را در یک هندسه و یک چارچوب و ظرف واحد باید فهمید، دین را مسله نکنید، احکام اجتماعی را از احکام فردی تفکیک نکنید، معاملات و عبادات را به کلی تفکیک نکنید، احکام اجتماعی رو خودشون رو از هم دیگه تفکیک نکنید، اصول و فروع دین رو از هم تفکیک نکنید، فقه و اخلاق رو تفکیک نکن، فقه و عقاید و تا
تفکیک نکن. این فقه شیعه مبتنی بر انسان شناسی شیعه یعنی اسلام، قرآن و سنت و اطرت باید باشد. وقتی جدا جدا نگاه میکنی وقت میبینی آیات و روایات همون آیات و روایاته، اما برداشتا، نوع تفسیر اینا، نوع ارتباط دادن اینا، نوع چینش آیات و روایات، نتایج فوق العاده متناقض میاد بیرون ازش. یعنی میشود با همین منابع و با حفظ ظاهر فقاهت و اجتهاد فاسدترین حکومت‌های جهان رو توجیه کرد. سکوت و خیانت خودت هم توجیه کن، توجیه شرعی میشه کرد. تقریبا برای همه کارهای این عالم ما آیه و حدیث داریم، اگر بخوای سوء استفاده کنی میشه، حسن استفاده کنی میشه. نوع چینش و هندسه، نوع مهندسی احکامه که معنیش اجتهاده. اصلا فرق اصولی و اخباری در چی بود؟ فرق مجتهد با اخباری در چیه؟ اخباری به سند حدیث کار نداره، هر حدیثی دستش بیاد میگه درسته، به ظاهر حدیث هم اکتفا میکنه ولو تناقض و تعارض بیاد درش، به نحوه عمل بیرونی اعمال حدیث هم کار نداره که تو صحنه واقع چقدر تزاحم به وجود میاد. در فهم احادیث و شریعت تعارض ها رو چه خواهی کرد بدون عقل، و در مقام تحقق خارجی با تزاحم ها چه خواهی کرد بدون بصیرت و عقلانیت اجتماعی. تفکر اخباری و اشعری در حوزه‌های شیعه نفوذ کرده از قرن‌ها پیش و یه عده‌ای بر این مسلک تربیت شده. از خودشون بپرسی میگن ما اصولیم نه اخباری، میگن ما جزء عدلیه هستیم نه جزء اشاعره. ولی وقتی نوع استنباطشون رو در حوزه اصول عقاید نگاه میکنی میبینی اشعری، گرایشات اشعری دارن. تو حوزه احکام عملی و فهم عملی هم باز میبینی گرایش های اخباری دارن. اخباری کسیست که در فروع به خصوص، در اصول و فروع، بدون عقل میاد سراغ حدیث، بدون توجه به سایر احادیث بعضی از احادیث رو گزینش میکنه، اهم و مهم در احادیث و احکام رو نمیفهمه. نمیفهمه که احکام در قرآن و حدیث بعضشون خیلی مهمن و مبنایین، بعضشون کمتر مهمن. مگر همه آیات قرآن به لحاظ اهمیت موضوع و حکمشون مساوی هن؟ یه آیه داره از اصل توحید حرف میزنه، یه آیه داره یه حکم فرعی خاصی رو در یک مورد خاصی میگه. هر دو مقدس است، هر دو الهی است، هر دو واجب الاتباعه، حجت شرعیه. اما اگر همین دو تا آیه قرآن در مقام عمل در بیرون تزاحم پیدا کنن، حتما باید بدونی کدوم بر کدام مقدم و راجحن، عمل به کدوم آیه اینجا باید محقق بشه، اون یکی رو فعلا باید ترک کنی. نه تعطیل نه نسخ، عمل به اون رو تأخیر بیندازی. در مقام فهم آیات و احادیث هم عقل خیلی مهمه. یه سفیه، سفیه نه به معنای رسمی، سفیه نسبی، سفاهت در هر مقام به حسب همون مقامه دیگه، یه آدم سفیه که عقل پیچیده‌ای نداره، حوزه مطالعاتش محدوده، مسائل بیرونی رو نمیشناسه، اشراف به قرآن و حدیث نداره، کتاب حدیث رو وار میکنه، چهار تا حدیث جلو چشمش میاد، اونا براش میشه اصل دین، اصل مذهب. یه عالم احادیث دیگه توی حوزه ها هست، مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به مثلا اساسا این ندیده، یه مرتبه یک مذهب دیگه برای خودش میسازه، اصلا اصول او مذهب و فروعش با اصول و فروع مذهب فرق میکنه، فتوایی هم که میده فرق میکنه. یکی فتوا به وجوب سکوت میده، خب مگه ما در زمان کربلا نداشتیم قاری و حافظ شیعه محب اهل بیت که گفت کار سید شهدا به لحاظ فقهی مشکل داره؟ نیومدن. یه وقت برید مقالاتی توی باب نوشتن بعضی ها، گرایشات وهابی و اموی و اینا، دلائل شرعی حرمت فقهی عمل سید شهدا. ببینید چقدر آیه و حدیث آوردن.
یعنی فقه ضد مقاومت درست کردن با همین قرآن و با همین سنت. بنابراین اگر دنبال حدیث خاصی بری به سندش کار نداری، به سایر احادیث کار نداری، به قرآن کار نداری، به عقل کار نداری، مفهوم اهم و مهم و کار نداری، بیرون جامعه رو نمیشناسی چه اتفاقاتی داره میفته، همینطوری دست میکنی حدیث برمیذاری استنباط خودت رو میگی، به مقام صدور و دلالت و مقام بیان و اینا هم کار نداری، به مخاطب هم کار نداری که اصلا درکش از مسئله چیه. همه اینا به ده دلیل شرعی و روایی خلاف شرعه. این کار خلاف شرعه. چقدر ما روایت داریم که میفرماد اصلا معارف و احکام هر دو طبقه بندی شدن، هر معارفی در هر سطحی برای هر کسی قابل به هر زبانی قابل تر نیست، اصلا حرامه. فرمودن اگه بخشی از معارف ما رو بگید به کسانی که اینا نمیفهمن و انکار میکنن، اون وقت شما اونا رو کافر کردی، خودت هم در اون کفر شریکی. معمولا هم اینجور افراد خودشون هم معنی اونا رو نمیفهمن، همینطوری نقل میکنن. پس ببینید میشود به همین منابع رجوع کرد، فقه ضد مقاومت در آورد استش، چون که در آوردن خیلی وقت زمان خود امام انقلاب ما داشتیم کسانی که فقاهت میکردن، اجتهاد هم میکردن به اصطلاح، اما از درونش حرمت قیام علیه شاه رو در آوردن. داشتیم کسانی که گفتن حتی جواز بلکه وجوب تایید شاه رو دستش هم میشه بوسید، تنها شاه شیعه جهانه، گفتن یه حرف رو شاه شیعه. بعضیاشون حالا وابسته به دربار و آخوند درباری و فاسد و اینا بودن، همه اینجوری نبودن، بعضیشون ما میشناسیم آدمای بدی نبودن، کجیکی نگاه میکنن به قرآن و سنت. در بعد از تشکیل حکومت هم یه اتفاق افتاد، یکی از شاگردان فاضل امام به امام نامه نوشتر قضیه شطرنج و اینا، که امام گفت شطرنج اگر سوال کرده بودن آقا شطرنج دیگه الان آلت قمار نیست، در عرف آلت یه ابزار ورزشیه، جزء المپیکه، یک بازی ریاضی و ایناست. امام گفت بنابراین فرض حلاله، یعنی این اسم شطرنجی، اون شطرنجی که حرام شد این شطرنج نیست، موضوع عوض شد. اگه موضوع عوض نشه شما حکم عوض کنی چیه؟ بدعت، ای حرام. اما اگر موضوع عوض شده تو نفهمی باز همون حکم قبلی رو بدی، اینم ندانسته بدعته. چرا؟ چون بدعت تعریفش چیه؟ چیزی که حکم الله نیست بگی حکم الله هست، یا چیزی که حکم الله هست بگی حکم الله نیست، هر دوش بدعته. یکیش ما میفهمیم حساسیم که یک چیزی موضوع عوض نشه شما حکم عوض کنی، این همه میفهمن بدعته. اون یکی دیگه شو نمیفهمن، حساس نیستن که موضوع عوض شد اسمش همو اسمه، این اون نیست. و شما اگه همو حکم موضوع اول رو به این موضوع دوم که اسمش همونه ولی عوض شده نسبت بدی، باز به چیزی که حکم الله نیست گفتی حکم الله، اینم بدعته. این بدعت رایجه، خطرش کسی نمیفهمه. حلال کردن حرام رو میفهمیم بدعته، حرام کردن حلال رو نمیفهمیم که بدعته، نمیفهمیم اون بدعته، به همون اندازه بدعته. بنابراین بله، اصل اختلاف بین فقها و علما یک چیز بسیار مهم و حتی مبارکی است، اگر در چارچوب متد جواهری، روش جواهری فقاهت با عقل و اخلاق و مباحثه و اینا باشه بسیار لازمه. کاش میشد که مراجع تقلید هم با هم مباحثه میکردن، کاش میشد یک نشستای مشترکی داشتن مدرسین خارج فقه و اصول تو بعضی از مسائل مهم، اونها هم توی جمع خودشون محدود اونا هم با هم مباحثه میکردن، بعد میدیدید که یک مجتهد، یک مرجع، یک فرعی رو ممکنه مطرح کنه، یک حدیثی رو مطرح کنه، یه آیه رو یه جوری مطرح کنه از یک زاویه که نظر بقیه تغییر کنه. بسا ممکنه بعضی خیلی از روایات هست که دیده نمیشه، مخصوصا تو مقام نظام سازی اجتماعی و تمدن سازی. ببینید تو حوزه احکام، تو حوزه عبادات، خب منابع تقریبا روشن و محدوده دیگه، ما آیه و حدیث
عبادی جدیدی که ندادیم که مثلا یک مرتبه بیان آقا یه آیه پیدا کردیم گفته نماز صبح ممکنه 3 رکعت باشه. تو باب عبادات چون توقیفی اند منابعش هم محدود و روشن و واضحه، خب این محدود و اختلافات هم دایره اختلافات هم محدوده دیگه، نمیتونه یه کسی بگه آقا طواف بکن یه کسی نکن. ممکنه اختلاف کنن بگن طواف بین رکن و مقام باید باشد یا پشت مقام هم میشه مقام ابراهیم، ولی دیگه نمیتونه کسی بگه ما اجتهاد کردیم گفتیم آقا اصلا 6 شوط طواف کافیه یا اصلا طواف خیلی هم واجب نیست. تو عبادات خط قرمزا تقریبا روشن، اما در حوزه معاملات که اصلا خود این تقسیم بندی هم توقیفی نیست. این تقسیم بندی از زمان مرحوم علامه مرحوم محقق باب شد دیگه که معاملات و ایقاعات و عقود و عبادات و اینا، قبلش یه تقسیم دیگه ای داشت فقه شیعه. بعضی از مراجع و بزرگان مجتهدین درجه اول هم بعد از ایشون در قرنهای بعد تقسیمات دیگه ای پیشنهاد کردن. نه ابواب فقه توقیفی است نه در حوزه آیات و روایات که تقریبا 90% آیات و روایات ما در حوزه عقاید و اخلاق و تعلیم تربیت و نظامات اجتماعی است که مبنا برای همه علوم انسانی علوم اجتماعی و فلسفه های مضاف به اصطلاح میشه. اینا که توقیفی نیست، اینا فهم بسیار از آیات و روایات. اصلا بخش مهمی از منابع شریعت به نظر بنده تو حوزه نظام سازی و جامعه پردازی و تمدن سازی مورد بحث فقهی قرار نگرفته به قدر کافی. اینقدر آیه و حدیث داریم که اینجوری که قاعده فقهی می‌سازی ساختن بزرگان ما، شما صدها قاعده فقهی تو حوزه اجتماعیات و تمدنی میتونید بسازید. از بالوالدین احسانا یه قاعده فقهی درآمد، از بعضی از آیات شریف قرآن، از یک چهارم یک بند از 4-5 بند آیه یک قاعده فقهی مهم داره. قرآن چرا شما میگی؟ حدیث هم نگو، حتی از بناء عقلا قاعده فقهی میاد بیرون، قاعده که چقدر تأثیر داره. مثلا قرعه، ما دستور شرعی که به قرعه نداریم که. آقا در کشتی وقتی حضرت یونس رو می‌خواستن بندازن در دریا مثلا قرعه کشیدن یا فلان جا بحث قرعه مطرح بود یا چی، از این استنباط شد که آقا در مواردی که شبهه مثلا مصداقی موضوعی حکمی کجا بحث می‌کنن، کدوم شبهات میشه کدوم نمیشه، بله در اینجا نمیشه اما در اینجا میشود، با قرعه چی کرد و بعد میشود به حکم الله نسبت داد، بگی آقا این منجزه این معذره، منجز و معذر است، یعنی حجت شرعی است. که مرحوم آخوند خوب تعریف کرد دیگه، آقا حجت شرعی که نمیتونه مطابقت با واقع باشه چون ما اصلا نمیدونیم لوح محفوظ چیه که همیشه ما لذا باید بگیم حجیت یعنی معذریت و منجزیت. وقت شما اگر با قرآن هم رسیدی به یک چیزی میشه معذر و منجز. وقتی اینجور استنباط میشه، من در این استنباط هم اشکالی ندارم، من سوالم اینه که چرا این همه آیات و روایات دارید که از درون اونها قاعده فقه سیاسی، فقه اقتصادی، فقه تعلیم تربیت، فقه تجارت جهانی، فقه رسانه، فقه هنر، فقه سینما، فقه رسانه های وسایل ارتباط جدید، فقه خانواده، آقا فقه خانواده. اگه کسی الان از ما سوال بکنه که در دهه چهارم تشکیل حکومت اسلامی و ولایت فقیه که کل قوه قضایی و رسانه ها و اینا دست روحانیت شیعه است، مدرسه ها، دانشگاه ها، مسجد ها، صدا و سیما، همه چی دست شماست، چجوری شد که الان یک چهارم ازدواج ها طلاق داره میشه؟ چه اتفاقی افتاد؟ یعنی مثل کشورهای غربی، بعضی از کشورهای غربی 20 سال دیگه از اونا بدتر میشه. اونا به 200 سال رسیدن به فروپاشی خانواده، ما ماشاءالله هزار ماشاءالله به 20 سال رسیدیم، داریم میرسیم. چرا اینجوریه؟ برای که به بیرون نگاه نمیکنی چه اتفاقاتی داره میفته. برای که همین الان 5 تا درس کرسی خارج فقه که فقه حکومت، فقه سیاست، فقه اقتصاد، فقه خانواده بیرون نگاه کنه حکم بده، همه میشینن همون چیزایی که قبلا بحث بود همون رو میگن. خب معلوم راحته، اونا خیلی راحته. اصلا من واقعا یک طلبه فاضل با استعداد متوسط به بالا که 10-15 سال تو حوزه باشه اینجور درس رو میتونه راه بندازه. 5 تا تعلیقه و شرح ببینید، 2 تا متن ببینید، روایت ببینید، اینا بیا
بحث بکنیم. و هم بحثایی که من اکثر درسای خارج و تو قم و مشهد اون زمانی که مشغول در تلویزیون تقریبا همه رو رفتم، دو سه تا درس ثابت داشتم، درس بقیه آقایونم رفتم همه رو تا چند ماه که سبک کار اینا به دستم بیاد. خب تفاوتایی که بین درس ها همه دارن خارج فقه میگن، چقدر تفاوت. یکی رو سند حدیث 90% حساس، یکی اصلا حساس نیست، یکی به یک حدیث رجوع میکنه، اون یکی دیگه اصلا اون حدیث ندیده. حالا تا تو مسائل عبادات این کمتر پیش میاد، ولی تو مسائل اجتماعی فوق العاده است. ما تو توی حوزه عبادات و معاملات خاص اینا آسون کار، چون به قول متعری میگفت، شهید متعری میگه که اجتهاد یعنی حل مسائل حل نشده، نه حل مکرر مسائل بارها حل شده. ای که این اجتهاد که سخت نیست، این بازخوانی کتب فقها هاست. بعد متعری میگه نتیجه این نوع اجتهاد تبدیل الاهوت به الاقوا یا الاقوا به الاهوت، دیگه هیچ چیش نیست. خب اگه راست میگید واقعا مجتهدی، خب این همه مثلا حکومت تشکیل دادیم، برای اولین بار در تاریخ تشیع حکومت شیعی ولایی که یه مرجع تقلید انقلاب کرد حکومت، برای اولین بار در تاریخ تشیع اتفاق افتاده، سابقه نداره اصلا این اتفاق، نه زمان صفویه افتاده، نه زمان آل بویه افتاده، نه زمان سربداران، اصلا هیچ کدوم اینجوری نبوده. این اولین بار در تاریخ تشیع، در تاریخ پیروان اهل بیت که انقلاب کردن حکومت تشکیل دادن، سابقه نداشته اصلا چیزی. در غیر جهان شیعه هم سابقه نداشته، یعنی آخوندهای سنی که در عمرشون هم چیکار نکردن هیچ وقت، همین الانش هم نمیتونن بکنن. کشیش مسیحی و اینا هم چیکار نکردن، اون قرون وسطا که میگن دوران حکومت کشیشا بوده، کشیشا حکومت نمیکردن، خودشون میگفتن دین از سیاست و حکومت جداست، منتها به زبان اینو میگفتن در عمل حکومت میکردن برای حفظ دین با قدرت با زور. که میگه اون موقع کار رسید به جایی که در کشورهای اروپایی، بعضی کشورهای اروپایی یک پنجم کل کشور ملک کشیشا بود، در بعضی کشورها یک چهارم، در بعضی کشورها یک سوم از زمینا مال، بهترین زمینا مال کشیشا بود، مردم را موعظه میکردن. ولی نمیگفتن ما حکومت دینی داریم، میگفتن دین از حکومت جداست. پس اصلا این نه به قرون وسطا، این چی که شیعه کرده و گفته نه ربطی به قرون وسطای کلیسا داره، نه ربطی به غیر شیعه داره، نه ربطی به تاریخ گذشته خود شیعه داره. حتی یکی از جهاتی که امام ابداعگر بود همین بود، امام دو تا کار بزرگ کرد در حوزه نظر، گفت آقا این حرفایی که تو روایات و آیات و فقه و اینا میگید، اینا مال تو کتابخونه است یا بالاخره باید عملا بشه ببینیم. این آیات، آیات جهاد، شهادت، قسط، عدالت، اینا برای عمله یا برای که بخونیم و ثواب کنیم یا منبرای ما رو گرم کنه؟ اینا برای عمل آمده یا برای شنیدن و ثواب کردن و ثواب قرائتش فقط آمده؟ یک ابدا. دوم در حوزه استنباط، که واقعا همین روایات پراکنده‌ای که شما بهش توجه ندارید، تو بابهای مختلف فقط بهش پرداختید، همینا رو درست نگاه کنید، مجموعی نگاه کنید، اینا رو در کنار اون آیات و روایات دیگه که مبناها رو، مبانی رو داره تعریف میکنه و قایات دین رو تعریف میکنه بگذارید، اینا همه وقتی کنار هم قرار میدیم مجموعاً حاکمیت درست میکنه. مسئله حکومت، مسئله تمدن سازی و جامعه پردازی است، نه اکتفا به احکام فردی و خصوصی. خب حالا فقه مقاومت سیاسی، فقه مقاومت، فقه بخشی از فقه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، همه ایناست. و یک ابداع دیگه‌ش هم این بود که ابداع عملی، که خودش شجاعانه آمد وسط صحنه. امام گفت من از اون آخوند، این عبارت را گفت، من از اون آخوندهایی نیستم که موعظه کنم بعد بگن دیگه تکلیف اسقاط تکلیف شد. من میگم بعدم پاشوهای میستم، بعدم سینم رو برای سرنیزه‌های شما آماده کردم. من با مثل آخوندهایی نیستم که زود هر بلایی سر دین بیاد اینا تقیه میکنن، اینا باید تا آخر زنده بمانن. او امام حسین بود که باید کشته میشد، اینا باید زنده بمانن. امام حسین رفت اهل بیتش به اسارت رفت، اهل بیت اینا نباید به اسارت بره، امام حسین اهل بیتش اد نداره به اسارت بره. عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم آمد امام حسین نصیحت کرد، آقا اینا جنایتکارن، یزید یک اینا حیوانن، اینا میکشن شما را، حیفی قیافه شریف ریش مبارک این زیبا، چهره زیبای شما اینا نیسته، من میدونم اینا با شما چه خواهند کرد، من دارم میبینم با شما چه میکنه. سید شهدا فرمودن که اگر کار من غلطه بگو غلطه که منم نکنم، و اگر درسته
کمک کن. چون گفت درسته ولی شدنی نیست. گفت ایشون رفت و عبدالله ابن عمر میگه حسین ابن علی رفت و پشت سرش من گریه کردم. مردم کوفه شیعه و محب و غیر شیعه که با حسین بیعت کرده بودن، اون سال امام حسین شهید شد رفت، سال بعد ایشون هر سال چون حج بود و مجاور بود و هر سال حج بود، خود عبدالله ابن عمر میگه سال بعد از کربلا دیدم این کوفیا آمدن احکام شرعی میپرسن. یکی آمده جلو میگه آقا مسئلتون، یک خونی پشه‌ای روی این احرام منه، این الان اعمال من درست یا غلط شرعاً چجوریه؟ عبدالله ابن عمر خودش میگه که بهش گفتم که خدا مرگتون بده، شما پارسال همین وقت خون پسر پیغمبر رو ریختین، حالا آمدی از طهارت نجاست خون پشه از سوال میکنی؟ براتون یه حکم طهارت نجاست مهمه، اما حکم کل دین برات مهم نیست؟ خودش هم گفت ما ترسیدیم، بعدن هم خودش هم بیعت کرد دیگه با اینا. مسئله دیگه اینه که اون موتوری که تو اجتهاد فقهی شیعی هست در هیچ نظام حقوقی و فقهی دینی و غیر دینی نیست که بخواهد به یک اصولی پابند باشد. یه وقت مثل نظام حقوقی مثلا انگلیس، نظام حقوقی کامل لا هست که او اصلا میگه آقا ما اصولی نداریم، مثلا قانون اساسی هم ندارن. میدونید انگلیس میگه ما اصلا اصول ثابت قطعی، اصلا مبنای قانون گذاری های ما عرف است و قراردادهای اجتماعی و عادات و ایناست، لذا ما هم آماده تغییر همه چیز هستیم. اصلا هیچ حرام قطعی، حلال واجب قطعی وجود نداره. یه وقت نگاه حقوقی فقهی پوزیتیویستیه، یه وقت قراردادیه، یه وقت چیه. یه وقت شما میگی که آقا ما یه اصول قطعی ثابت و الهی داریم، در این حال اجتهاد میکنیم در این چارچوب. با این شرط عرض میکنم هیچ نظام فقهی حقوقی در بین نظامهای فقهی حقوقی جهان، چه نوع دینیش، انواع دینیش، چه انواع صریحا سکولار و لائیک، با این ظرفیت فقه شیعه وجود نداره. اینو بنده تعبدن نمیگم، حاضرم اگر کسی مخالفه باش بحث کنم، حاضرم این 7-8-10 تا نظام اصلی، نظام حقوقی که در جهان هست به بحث بگذاریم. وقتی از فقه مقاومت و انقلاب، فقه انقلاب، فقه جهاد، فقه صدور انقلاب، فقه تشکیل حکومت جهانی اسلام، فقه مبارزه با نظام سرمایه‌داری در جهان، فقه مبارزه با تبعیض و بی‌عدالتی، فقه مقاومت چریکی و پارتیزانی، جهاد چریکی در سراسر جهان، وقتی راجع به اینا داریم بحث میکنیم، صحبت این نیست که آقا یک بدعتی داره میخواد بشه و بعد کتب فقهی که ما همچی چیزایی نداریم در کتب معمول فقهی و اینا. اولا کتب فقهی نه تعدادشون نه نامشون توقیفی هست یا نیست؟ بله؟ کسی هست بگه توقیفی است؟ توقیفی نیست، در حال که بعضی ها هستن کسایی که تو حوزه بودن اصلا میگن توقیفیه. شما میخوای این باب رو تغییر بدیم؟ آقا ما هم چی در سنت سلف صالح نداریم. کدوم سلف؟ اصلا سنت سلف اولا که برای ما که حجت شرعی نیست. سلفی که حجت شرعیه فقط پیامبر و اهل بیتن، بقیه مجتهدن. چون ما هم مجتهد با مجتهد بحث میکنه، مجتهد با مجتهد بحث میکنه. اگر این دین و شریعت آمده دین خاتم است و جامعیت داره و خاتمیت داره و شاملیت داره، به همه مسائل زندگی بشر کار داره، رتب و یابس، به رتب و یابس زندگی بشر به دنیا و آخرتش مربوطه، معنیش اینه که شما هیچ عرصه ای از زندگی و سبک زندگی بشر رو از جنگ و صلحش تا اقتصادش تا تجارتش، خانوادهش، رسانهش، چه هیچ جا نباید یک عرصه‌ای باشه که اگر تو پرسیدن آقا تو این عرصه 10 تا قاعده فقهی بگو، بگی ما نداریم قاعده فقهی در این مورد، ما نداریم. مثلا اگه این کار رو بکنی، یعنی شما این دین رو خاتم الادیان نمیدونی، این کتاب رو خاتم کتب نمیدونی و پیغمبر رو خاتم انبیا نمیدونی. بعد مسئله بعدی اینه که مگر ما برای همه چیزا مواد اولیه داریم که ازش قاعده استخراج کنیم؟ مسئله ما واقع همینه که بله، در کتاب و سنت، در حوزه نظامات اجتماعی و نظام سازی خارج از حوزه عبادات، استفراغ وسع که مفهوم اجتهاد دیگه، استفراغ وسع یعنی چی؟ یعنی با تمام ظرفیت وارد عمل شی و همه منابع رو ببینی. فحص از ادله به قدر کافی صورت نگرفته است. بسیاری روایات داریم، حتی آیاتی در قرآن کریم،
که نگاه فقهی حقوقی نگاه قاعده ای بهش نکردیم. اونجوری که از یک بناء عقلا قاعده فقهی در میاری که ای بهم نداره ما مخالف اون نیستیم. اینقدر روایت همین الان دلم میخواد این جلسه ثابت می بود، این جلسه رو شما ترکش نکنید، یک کرسی ثابت بذارین هر هفته. این کرسی های فقه حوزه کی میخواد برگزار بشه؟ کی میخواد برگزار کنه؟ اینقدر تنبلی میکنین، اینقدر مدیریت های حوزه تنبلی میکنن، یادتون باشه من مورد شما زنده تا بعد یه سری حقوقدانان سکولار به جای حوزه میان این کرسی ها رو تشکیل میدن و تیشه به ریشه و مبانی فقه ما خواهند زد. حالا تنبلی کنه. هر چی 12 سال پیش به حوزه گفته، ایشون رهبری گفته آقا کرسی را بندازید، هر بار یک مقاله یک تحقیق فقهی بی راجع به یکی از مسائل اجتماعی بیارید، به آیات و روایات فضلای دیگه بشینن بحث کنن، اشکال کنن، نقد کنن، مناظره کنید، 4 تا استاد هم اینجا بشینن نظارت کنن، بررسی کنن. هر هفته یک کرسی، شما دومین حوزه شیعه در جهان مشهد، دومین حوزه شیعه در جهان، حوزه نجف بزرگتره، چه کار میکنیم؟ اصلا ای که بنالی آقا در مشهد یا در شهرها نمیدونم وهابیت تبلیغ کرده، بچه‌ها کلیسای خانگی بعضیا مسیحی فلان، اینا یعنی مسئولیت شرعی برای ماها، برای ما طلبه ها. من یه وقتی بعضی از آقایون اعتراض میکردن آقا این رسانه ها انحرافات فلان، من گفتم آقا شما کی اینو با کدام دلیل عقلی و نقلی جناب ولی شما اعتراض باید بکنی؟ به شما باید اعتراض کنم؟ کسی کی مسئول این کاراست؟ کسی دیگه نیست، مگه حکومت ارزه این کارا رو داره؟ اصلا مگه آدمشه داره؟ اصلا حکومت و نهادهای حکومتی اگه 4 تا آدم اهل فکر باشه، اینا باید از حوزه بیان بیرون دیگه، از دانشگاه و حوزه باید بیان بیرون. شما بدهکارین، طلبکار نیستی. هر تعداد اگر گفتن در یک شهری، مخصوصا یک شهر مذهبی، شهری که حوزه داره، آقا انحرافات، فساد، نمیدونم طلاق اینجوری شده، اعتیاد اینجوری شده، مسیحی شده، وهابی شده، یهودی شده، اینا یعنی چی؟ معنی واقعیش یعنی چی؟ کی مسئول شرعی ایناست؟ کی کوتاهی کرده؟ اگر تو دستگاه قضایی یا مجلس تو قانونگذاری یا مسئله بانک ها یا واردات صادرات معاملات بازار بگن آقا یه چیزاییه که سر حکم شرعیش اختلاف، ما خلأ قانونی داریم، خلأ قانونی در عرصه مباحث مالیات و بانک و چه و چه و چه، مسئول درجه اولش کیه؟ یک کاری بکنین، یک فکری بردارین، اقلا یک جای ثابتی تو یک مدارس مدرسه شناخته شده، 4-5 تا اساتید حوزه مشهد، کسانی که همه قبولشون دارن نظارت کنن، فضلات 10 تا گروه 20 تا گروه تشکیل بشن، بشینن تو آیات و روایات توی اقیانوس برن قواسی کنن، ببینید چقدر آیات ندیده دیده نشده وجود داره، ببینید چقدر روایات دیده نشده وجود داره. قاعده ید میاد مبناش چیه؟ برید ببینید چیه. بعد شما روایات خیلی قوی تر از اینا دارید تو حوزه های مختلف، هیچ کس نگفت از اینا قاعده ده، هیچ کس نگفت این هم قاعده است. تو همین حوزه فقه مقاومت، سید الشهدا میفرمان التقلل لا تزلل، امیرالمومنین میفرمان التقلل ولا تزلل، همین یه قاعده فقهیه، یه قاعده فقهیه. کجا کدام فقیه در کدوم بحثش به یه حدیث استناد میکنه؟ کرده؟ چرا نکردی؟ التقلل ولا تزلل یعنی فشار، گرسنگی، قناعت، گرفتاری رو تحمل باید کرد، ذلت را نباید تحمل کرد. التقلل ولا توسل، حالا یه همین الان به ذهنم آمد، اینقدر ما آیات روایت داریم که یکی نیستش که آخر، حالا بگه آقا این سندش کوس مرفوع است، مرسل است فلان، خب اون یکی چی؟ اون 10 تای دیگه چی؟ اون 20 تای چی؟ شما میدین ما قاعده فقهی داریم که مجموعاً 3 تا حدیث نقل میشه، سند هر سه میگن، بزرگان میگن هر سه سندش مخدوشه، ولی میگن 3 تایش رو هم قبوله، سند جدا جدا مخدوشه ولی 3 تا رو هم بنا عقلا هم میاد کمک، چی هم میاد کمک، اینا این قبوله قاعده است.
صدها قاعده در حوزه فقه اجتماعی، فقه حکومتی، نظام سازی، فقه سیاسی، از جمله فقه مقاومت که موضوع سمینار شماست، صدها قاعده در کتاب سنت که از این آیات روایت به وضوح با دقت قابل استخراجه، با هم دقت فقهی. اصلا ما نمیگیم روشن فکر بازی در بیاری و قواعد و استقطای فقهی رو بذاری کنار و اینا، نخیر. اصلا امام صریح گفت ما فقهی که ما میگیم همون فقه سنتیه، ما دنبال فقه دیگه ای نیستیم، منتها همون فقه سنتی ما پویاست، منتها ما باید به روش پویا همونطور که خود فقه سنتی و جواهری هست باشه. ما دنبال فقه جدید نیستیم، فقه حکومتی، فقه نظام سازی، فقه جهاد و مبارزه جهانی، فقه صدور انقلاب، فقه چه اینا نه در منابع نه در متدولوژی استنباط، ما در اینا هیچ بدعتی را نمیپذیریم. همین کتاب و سنت و با همون روشی که فقه عبادات رو در میاری طبقه بندی میکنه، با همون روش. با صحبتیه که آقا چرا اینقدر زود میگی یأس بعد الفحص؟ کدوم فحص؟ کدوم فحص؟ فحصی نکردی اسمه. دو تا کتاب و برق میزنی تو به حافظه خودت هم رجوع میکنی، به هم مباحثیت هم زنگ میزنی که توی قضیه روایتی دیدی، میگه نه یک وقتی تو درس یه چیزی گفتن اینا، همون یادم اینا، این تمام شد، این آقا زود دیگه یأس عن الفحص. آقا جون برو درس کتاب بخون، برو روایات رو ببین، برو آیات رو ببین، بعد عقل کجا رفت؟ عقل کجا رفت؟ شما اگر گوینده این سخنان رو حکیم علی الاطلاق و معصوم هم ندانی، حتی عاقل معمولی بدانی، بعضی از استنباطا رو نمی کنی. یک جوری استنباط کن که اصلا نمیشه عمل کرد بهش. چقدر من الان به شما نشون بدم احکامی که ظاهرش اینه که اینا اجتهاد شده، احکام مسائل جزئی زندگی مردم، تو عبادات نمیگم، تو مسائل دیگه که استفتاء میکنن جواب میدن اینا، موارد دلم میخواد وقت جلسه بزنیم موارد متعددی از اینا رو بیارم بگم که این نظریه، این نظر وقتی که داده شده این 30 تا روایت رو ندیدهش. چون که یک کسی از همین بزرگان زمان اول انقلاب بعد انقلاب گفت آقا این مصادره ها شرعی خلاف شرعه، مصادره اموال قصبی. ایشون نگاه کرده بود 4-5 تا روایت دیده بود از باب صادره یا صادره و مصادره چیزی نیست تو روایت، اینا نیست. یا طرف که میگه که آقا اصلا ولایت فقیه توی روایت نبوده اینا، یک سری روایت و آیات نگاه کرده دیده که هیچ جا کلمه کابینه، هیئت دولت، کلمه وزیر به معنای مسئول وزارتخانه. خدا آقا ما وزیر فقط دیدیم که گفتن که همون لا تزر و وازرتون وزر اخرا و او ریشه ما دیدیم، بعد گفتن کودکت هم در سن 18 سالگی چه سن فلان رسید دیگه او وزیر توست. ولی ما در باب وزارت و تشکیل دولت در منابع شریعت چیزی ندیدیم. خب او هم روایاتی که در باب که وقتی حضرت امین سلام الله علیه میفرمان که من به حکومت که برسم اگر اموال عمومی را به کابین زنانتون برده باشید، مهریه کردی، باش کنیز خریدی، زمین خریدی، از حلقومتون بیرون میکشم، مصادره همین مگه نی؟ دنبال کلمه مصادره میگردی؟ نمیبینن خیلی از روایات رو بعضی ها، معنیش رو درست نمیفهمن. این روایت رو کنار او آیه نمیذاره که بفهمه این آیه و این روایت نا به هم مربوطن. اصلا نمیدونه طرف که هر آیه و حدیث جواب چه سوالاتیه. آقا اگه بدون سوال بری سراغ قرآن، بیای بیرون یک بار یک چیزی بفهمی، با سوال برو ببینی چه جوریه. همین گاهی ما رمزونا که مجبور میشیم ختم قرآن بکنیم، که اونم چند بار کردم تا آخر نرسیدم، دیدم نمیتونم از این صفحه بگذرم. باور کنید بارها شده کمیش که چند بار گفتم که حالا با سوال خاص برم ثوابش به جای خود، ببینیم قرآن شریف به لحاظ معرفتی به این سوال چه جواب داده. مثلا یک بار یادم میاد شروع کردم ختم قرآن رو با بعضی سوالات تو حوزه معرفت شناسی، همین بحثای اپیستمولوژی که تو دنیا معرفته، شناخت چیست، منشأ شناخت کجاست، اعتبار معرفت و شناخت به چیست، آفات شناخت کدام است، منابع شناخت، یه 10-15 سوال. با این 10-15 سوال شروع کردم. باور کنید من چند تا سوره بیشتر جلو نرفتم، دیدم بیش از 100 قاعده و مبنا تو حوزه اپیستمولوژی و معرفت شناسی توی آیات بود.
یه بار من قرآن رو از موضع سوالات تو حوزه فلسفه اخلاق ختم کردم، به اصطلاح ختمم نکردم، میگم من شروع میکنم یک کم میرم اینقدر فشار رو اعصابم میاد که آقا این همه جواب تو اینای ما اصلا چطور اینا رو هیچ مقاله برای اینا نوشت، نمیخونیم جایی، نه کتاب میبینیم، نه مقاله میبینیم، نه کرسی درس میبینیم که راجب اینا بحث بکنن. 7-8 جز 10 جز نشده بود. چه اصول مهمی، چه اصول جهانی، چه اصول تعیین کننده و سرنوشت سازی در قرآن شریف بود تو همین حوزه ها که سوالات اصلی جهان همین الان قرآن و سنت تو دست ما حیف شدن، ضایع شد. غیر از یه اقلیتی گفتن بچه پولدار ملی سرمایه، بچه سرمایه دار نفت زیر پات پول مفته، لازم نیست دقت کنی تو حوزه اقتصاد. آقا حالا کار کردی کردی، نشد شد، محاسبات درست بود بود، نبود نبود. نفت که هست، این نفت اگر نبود بعد میفهمیدی که بی ارزگی ها خودشو نشون میداد. بچه سرمایه دار دیدید میره تو بازار 10 تا معامله الکی میکنه، همش ضرر و ورشکستگی، ولی هیچ کس نمیفهمه این ضرر کرد، چون از جیب باباش برمیداره. تو حوزه معرفت ما بچه پولدار معرفتی، این قرآن و سنت هست، از بس معانی در این قرآن و سنت، این اقیانوسی که نه ساحل داره نه عمق داره، نه ساحل داره نه عمق داره، این اقیانوس کتاب و سنت با تفسیر اهل بیت، مال مفته. راجع به هر مسئله هیچ کار نکن، دست میکنی چند تا آیه و حدیث بیار بخون، همونا بسه دیگه، از بس توش معناست، لازم هم نیست خودتم بفهمی. ولی اگر مثل این غربی ها گرفتار بودی که کتاب مقدست پر از تناقض بود، خلاف عقل توش بود، خلاف اخلاق بود، پیغمبرایی که معرفی میکنه زناکارن. دیدی تو عهد عتیق حضرت لوط با دو تا دختراش علیه بالله، او پیغمبر کلا، او پیغمبر برشته، حضرت موسی و حضرت شعیب ببینید چجوری با هم حرف میزنه، این دو تا کلا بردار. اصلا من به نظرم این بخش عهد عتیق رو، تورات رو دشمنان انبیا نوشتن. یه وقت از بزرگان همین یهودی و مسیحی من پرسیدم، گفتم این چه انبیایی است معرفی کردین تو کتابت شما، توجیهتون چیه؟ آخه اینا چرا اینا رهبران بشرن؟ اینا که از بشر متدین معمولی هم پایین‌ترن. گفت بله، اتفاقا سرش اینه که میخواد بگه که حتی اگر این قدم گناه کرده باشی بازم میتونی پیغمبر بشی، اینقدر میتونی پاک بشی، الگو بشی، مایوس نشو. اینجوری توجیه کرد. گفتم حالا چرا او الگوی من باشه، چرا من الگوی نباشه؟ چون ما که زنا هم نکردیم، تا حالا عرق هم نخوردیم، زنا هم نکردیم، بهتر نیست من الگوی پیغمبرها باشم تا اونا الگوی ما؟ خب اینا اگر گرفتار یک همچه کتاب مقدسی بودی، گرفتار یک همچه تاریخی، یک همچه اخلاقی، یک همچه نظام حقوقی، بد قدرش میدونستی، کنار اقیانوسی نمیفهمی. اقیانوسش هم شور نیست که بگی نمیشه خورد، آب زلال شیرین، نمیفهمی معنیه، کار نمیخواد، از این تشنه میشه از دست آب برمیداری میخوری تمامه، کار نمیکنی. اگه مجبور بودی وسط کویر بودی، مجبور بودی برای یک قطره آب یه عالم زحمت بکشی، وقت میفهمیدی که آقا این آیات و روایات، این منابع شریعت ما، اون روایتی که سندش درسته، فهم درست، اینا اصلا پاسخ هزاران هزار میلیون ها مسئله که هنوز تر هم ممکن نشده باشه. این روایات و آیات گذاشتیم برای منبرا، تو منبرا میگن، تازه اونجا هم همشه نمیگن، اونجا هم همینا که دم دسته گزینش میکنن، بعد اونجا هم مهندسی. آقا اجتهاد، من داشتم عرض میگم فرق اصولی و اخباری در چیه؟ هر دو که روایات رو قبول دارن، آیاتو که قبول دارن، که غیر از اون دو سه تا فرقی که گفتم، یک فرقش اینه که اون میگه آقا اینا اجتهاد نمیخواد، ظاهر خبر برای هر کسی عامی مردم کافی است، احتیاج به دخالت عقلی و عقلانی در فهم و مهندسی اینا نیست. مجتهد مثل معماره، این آیات و روایات مصالح ساختمان هم. اگه معمار نباشه، کارگر ساده، هرچی هم زحمت کش، مصالح کافی در اختیارش بذار، اینا رو همجوری الکی رو هم میچینه، یک چیزی در میاره که هم بیرونش حال آدم به هم میزنه، هم داخلش نمیشه زندگی کرد، اسمش هم دین و مذهبه. حضرت امیر فرمود دین رو مثل پوستین معکوس میپوشن، نه اونه که پوشیده گرم میکنه، نه اونه که از بیرون نگاه میکنه خوشش میاد،
چون پوستین اینجوریه دیگه، درست بپوشی تو رو گرم میکنه از بیرونم قشنگه، معکوس بپوشی تو رو گرم نمیکنه از بیرونم زشته. حضرت امیر فرمود با دین یکم چه کاری خواهند کرد؟ این پوستین رو میپوشن، مذهب هست ولی در واقع نیست، کارکرد مذهب رو نداره، مشکلات جامعه رو در درون حل نکنه کارآمد نباشه، در بیرونم غیر مسلمون وقتی نگاهش کنه حالش به هم باره، بگه زشت زیبا نیست. حضرت امیر پیشبینی کردن، فرمودن با دین یه همچین کاری خواهد شد. فرمودن دین مثل یک ظرفیه، اگه درست بگیری باش سیراب میشی، اگه اینو معکوس بگیری این ظرف دستت هست و دستت نیست، چون پشت ظرف که آب نمیگیره، هرچه باران رحمت و معارف الهی بیاد دست تو کاسه خالی، ظرف خالی هست. خب پس بحث این است که آقا دین رو عوض کنی، فقاهت رو عوض کنی. نه آقا، چرا زود اولا مایوس میشی؟ فحص نکردی صدها بلکه هزاران قاعده تربیتی، فقه سیاسی، فقه اقتصادی، فقه حکومتی، هزاران قاعده از آیات روایت قابل استخراجه. من ادعام اینه صفحه ای از قرآن نیست الا ای که یک قاعده یا در اخلاق حداقل یک قاعده، یا قاعده فقهی یا قاعده اخلاقی یا قاعده چه قابل استخراج ازش، حداقل یکی. دارم با احتیاط خیلی خیلی افراطی عرض میکنم. هیچ ده حدیثی نیست که از درونش یک قاعده مهم یا قاعده تعلیم تربیت یا قاعده فقهی یا قاعده اقتصادی، فقه اقتصادی یا سیاسی یا چی بیرون نیاد، وجود نداره. ما با این نگاه، با اون دقتی که سلف صالح ما، بزرگان فقه شیعه، با اون دقتی که اینا کار کردن تو حوزه فقه عبادی و فقه غیر عبادی، با توجه به محدودیتاشون، سوال ما اینه که چرا حالا با اون دقت‌ها، با این فضایی که ایجاد شده، با این امکاناتی که هست، چرا حالا با اون دقت‌ها کار نمی‌کنیم؟ بازم باید بگیم کاش شیخ طوسی بود تو این دوره بود. یک المبسوط دیگه می نوشت غیر از ابعاد عبادی راجع به مسائل دیگه، کاش یک صاحب جواهری باز پیدا شه. امام میگه آقا بحث تحصیل فقه سنتی هرگز نباید فراموش بشه. اونه که تا حالا اسلام رو نگه داشته فقه همون فقه سنتی بوده. تمام همت ما اینه که فقه حفظ بشه به همون وجه. فقه تازه راه انداختن یعنی هلاکت حوزه. ما دنبال فقه تازه نیستیم. ما میگیم همان منابع، همان متد و روش، چرا تعطیل کردی؟ چرا تو حوزه غیر از غیر عبادات چرا موتورها خاموشه؟ چرا 5 تا کرسی خارج فقه نداریم؟ یکیش هم شاید داشته باشیم به این شکلی که از امام میگه باید داشته باشیم. چون مثالایی که میزنه، میگه یک خطر اینه که ما این فقه رو جوری که به ما تحویل دادن، این متد و منابع رو به نسل بعد نتونیم تحویل بدیم. مبانی اسلامی، مبانی فقهی باید همونطور سالم و دست نخورده تحویل بده. حالا نسل‌های بعد کار خودشون رو درست انجام ندادن، ما مقصر نخواهیم بود. ما اینجا نباید مقصر باشیم. نسل‌های قبل به ما رسوندن، ما باید به نسل‌های قبل برسیم. خودشون اونا مسئولن چه خواهند کرد. با همون قوتی که مشایخ ما از اول تو فقه تا الان حفظ کردن، ما با همون ترتیب باید حفظ کنیم و میکنیم. منتها بحث اینه که باز ماندن باب اجتهاد هم جزء ارکان فقه سنتی است. همون فقه سنتی میگه اجتهاد رو ادامه بده. همون اجتهاد بود که این فقه سنتی رو به ما رسوند. پویایی در ذات قواعد فقه سنتی هست، ولی این پویایی باید فعال بشود. بعد همین امامی که میگه ای هر چه به ما رسیده باید سالم دست نخورده تحویل نسل بعد بدیم، همون امام میگه که اجتهاد مصطلح و رائج در حوزه ها، اونه که تو حوزه بهش میگن اجتهاد، برای اداره جامعه و تشکیل جامعه کافی نیست. هر مجتهدی نمیتونه، هر فقیهی نمیتونه جامعه رو به روش اسلامی مدیریت کنه. نه که غیر از خصوصیات شخصیه، چون شخص هم خب باید مدیر باشه، مدبر باشه، شجاع باشه، انتقاد پذیر باشه، ضریب هوشیش بالا باشه. آخر شما واقعا باور نمیکنید یا آدمی که ضریب هوشی پایین داره با کسی که ضریب هوشی بالا داره قرآن رو بذار جلوش، روایت بذار جلوش، اینا یک جور برداشت میکنه؟ نه دیگه آقا، فرق میکنه. آدم باهوش، آدم کمهوش فرق میکنه. چطور تو درس و بحث معمولی یکی درس رو درست میفهمه، یکی نمیفهمه؟ 10 بار میشینه سر همون درس بازم نمیفهمه. خب اگه این دوتا برن اجتهاد کنن، تو اجتهادشون هم همینطورن. او یک چیزی نمیفهمه، این نمیفهمه.
بعد شما میگی اینم حکم شرعی هم حکم شرعی، بله در مقام عمل، در مقام مؤذر و منجس بله، او بر او حجت شرعیه، اینم برای حجت شرعیه. یه وقت داریم میگیم برای اسقاط تکلیف و رفع تکلیف، یه وقت داریم میگیم آقا ما میخوایم از بشریت، از این آیات و روایات، از این منابع الهی اشراب بشه، فیضش رو ببره تو دنیا و آخرت. خب باید بفهمی که چی داری میگی. همونطور که منبری بی سواد و با سواد ضعیف و قوی دارید، همونطور که طلبه سر درس کفایه و درس خارج طلبه داری تنبل نمیفهمه، طلبه داری خوب میفهمه، همینجور هم شما فقیه تنبل و فقیه زرنگ فهمیده دارید. فقها هم مثل همین تفاوت ها بین فقها هم هست. یه فقیه هست منابع رو میشنه دقیق میبینه، ارتباط میده، درست برداشت میکنه، یکی نمیگه، هر دو هم فقیه هم، هر دو هم مقلد دارن. یه وقت میگه آقا خداوند از هر کسی به حسب توان خودش میخواد، بله اون حرف درسته، اما سوال اینه که به توانت چقدر از توان تو بالفعل کردی، چقدر از قوه به فعل آمدی. یک، اون مجتهدی که قبل از یک فتوا ممکنه 3 ماه شبان روز کار کنه و فکر کنه، با اون کسی که ظرف 2 روز یا حتی فی المجلس حکم میده، اینا به یک اندازه یک مثل همه، اینا این همه هیچ فرقی نداره، هم عند الله فرق داره، هم عند الناس فرق، هم در حجیت عند الله فرق داره، هم در اینکه تکلیف در برابر مردم انجام شد یا نه فرق داره. یک طلبه برای یک منبر نیم ساعته 50 ساعت مطالعه کنه، یک طلبه برای 6 تا منبر یک ساعته 1 ربع مطالعه نکنه، هر دو اسمش منبریه، مساوی هن اینا؟ پیش خدا مساوی هن؟ در برابر خلق وظیفه‌شون رو مساوی انجام دادن؟ هیچ کدوم. تو باب اجتهادش هم همینطوره. امام میگه برای فقه حکومت و سیاست، حالا آخر عرایض من به بخش از صحبت امام راجع به فقه مقاومت رو عرض میکنم، میگه طبیعت انقلاب که حکومت اسلامی تشکیل دادیم مقتضی باز بودن باب اجتهاد در زمینه‌های مختلفه. باید یاد بگیریم تو حوزه دیدگاه‌های مخالف، ولی همه در چارچوب شریعت و فقه، همه به روش درست، نه بدعت گذاری. یاد بگیریم که مخالفت کنیم با هم، اختلاف داشته باشیم، نه مخالفت به معنی مشاجره و همون معنی مباحثه. امام میگن درس فقه که میداد طلبه ها میدید اشکال نمی کنن، تو نجف میگه آقا میگه روزه دارم میخونم که همه نشستیم گوش میکنیم، یک کسی اشکال کنه چرا اشکال نمی کنیم؟ میگه باید آزادانه بحثای فقهی مطرح بشود، هیچ کس نه حق داره نه توانی رو داره که جلوی مباحثات فقهی فعال رو تو کرسی های فعال فقهی رو در حوزه فقه حکومت سیاسی بگیره. ولی مسئله مهم اینه که این فقه فقط با خوندن مطالعات کتابخانه ای به تنهایی جواب نمیده، چون مسئله صرفا نظری نیست. با فرض فقهی یا فرض بحث فلسفی اصلا لازم نیست شما از تو اتاقت بیای بیرون، درسته؟ بحث فلسفی لازم نیست از تو اتاق بیای بیرون، بحث کلامی هم لازم نیست مگر اینکه بفهمی شبهه جدید چیه بخوای بفهمی. اما بحث فقهی، فقه بیان چیه؟ تکلیف مردمه. کدوم مردم؟ تو اصلا مردم نمی‌شناسی، زندگی مردم رو. آقا یک شکافی افتاده بین ما، برای خودمون جداگانه درس می‌خونیم، امتحان می‌دیم، مدرک می‌گیریم، مردم هم جداگانه برای خودشون زندگی می‌کنن. مرحوم عاشق هاشم غزوینی پدر ما میگفت درس عاشق هاشم، میگفت عاشق هاشم میگفت خیلی جالب شده، ما داریم مکاسب میگیم جداگانه، مردم هم مکاسب میکنن جداگانه، هر کی کار خودشو میکنه، ما اینجا مکاسب میگیم اونها مکاسب میکنن، نه او با ما کار داره سوال میکنه نه ما کار داریم که مشکل او چیه الان، گرفتاریش چیه الان. اصلا اینی که تو داری تو درس میگی الان دیگه بیرون نیست، این مال 100 سال پیش بود، الان یه جوری دیگه داره معامله میشه، نه من به او کار دارم نه او به من کار داره. من جداگانه مجتهد میشم، دکتر دانشگاه میشم، پروفسور میشم، آیت الله میشم، او هم جداگانه داره کاسبیش میکنه. امام با اینا مخالف بود. امام میگفت که آقا مهم شناخت درست جامعه است، شناخت درست حکومته، بر اساس اون نظام اسلامی بتونه به نفع مسلمین، به نفع امت اسلام برنامه‌ریزی کنه. وحدت رویه لازم است، وحدت عمل لازم است،
نمیتونه هر کسی جداگانه برای هر چیزی یه چیزی بگه. یکی بگه ما فتوا دادیم از چراغ قرمز، مجتهد ما گفته از چراغ قرمز رد شد، چون توی ادله هر چی گشتیم چراغ سبز و قرمز نبود، به عنوان احکام اولی ندیدیم. اون یکی بگه نه، امام میگه آقا وحدت عمل، وحدت رویه اینه که میگه اجتهاد مصطلح در حوزه ها لازم هست اما کافی نیست. آخه بعضی میگن لازم هم نیست، اونا میخوان اصلا ریشه فقه و حوزه رو بزنن، ضد آخوندن، اسلام منای آخوند میگن، حکومت اسلامی هم قبول ندارن. نه، این میگه اون لازمه ولی کافی نیست. بعد امام گوش کنید، میگه اگر یک فرد اعلم اعلم باشد در علوم معهود حوزه ها، واقعا اعلم باشه از همه، همه بگن این مرجع کل فی الکل و دیگه مرجع مطلقه، هیچ کس به پاش نمیرسه. اگر یک فرد اعلم در علوم معهود حوزه ها باشد ولی نتوانه مصلحت جامعه رو تشخیص بده، بفهمید در جامعه چه خبره بین امت، یا نتوانه افراد صالح و مفید رو از افراد ناصالح تشخیص بده، کلاشو بردارن، امامتشو بردارن، بازیش بدن، و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح باشه و قدرت تصمیم گیری نداشته باشه، نه قدرت روحی نه قدرت علمی شو نداشته باشه، امام میگه این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست، ولو اعلم همه علوم رسمی حوزه باشد، ای تو این حوزه مجتهد نیست و نمیتواند شرعا حق ندارد زمام امور جامعه رو در دست بگیرد، حرام است. یعنی شما مرجع مطلق باش ولی این نتونید نفهمی بیرون چه اتفاقی داره میفته و این چه مشکلی، حرامه برات که زعامت اجتماعی رو به عهده بگیری. و بزرگان ما اینجوری بودن، ما در همین حوزه چقدر شنیدیم از بزرگان، استاد مرحوم صاحب جواهر و کی نقل میکنه، نه فقط توی زعامت، حتی توی مرجعیت علمی. خب این قضیه خیلی جالبه، الان ما نمیدونیم چقدر هست دیگه تو همین حوزه های شیعه افتخارات ما، دو تا همدرس که هر دو افضل شاگردان درس استاد بودن، که هر دو از مراجع بزرگ شدن، یکی از اینا میاد به اون یکی دیگه میگه که سوال خیلی چقدر شفاف و جوابش چقدر شفاف، میگه که شما اعلمی یا من به نظر شما؟ میگه چطور؟ میگه دخترم میخواد تقلید کنه، از من پرسیده که از اعلم باید تقلید کنم، شما اعلمید یا نه؟ من احتمال میدم شما اعلم باشید، آمادم از شما بپرسم ببینم من دخترم رو ارجاع بدم برای تقلید به شما یا به خودم. اون یکی دیگه شاگرد در درس استاد میره، استادی که چند صد تا طلبه نشستن درس خارج، این میاد سر درس میشن، راجع به خود شیخ انصاری همین اتفاق افتاد دیگه، ایشان آمد سر درس اشکال کرد، چند تا اشکال کرد، از رو اشکالاتش استاد فهمیدی ملاست. جلسه بعد درس که شروع شد بسم الله الرحمن الرحیم، همه طلبه هایشون، ایشون گفتش که اعلم باید اینجا بشینه به بقیه چیز یاد بده، این شیخ از من اعلمه. تو این مباحثاتی که توی ایام شد، من برای من محرز شد که این شیخ از من باسوادتره، از رو منبر آمد پایین گفت شیخونا برو بلا. اینا فقه شیعه رو، روحانیت شیعه اینه، رو فقه شیعه رو اینا نگردشت. امام میدونید وقتی رسالهش منتشر کرده، اولا نمیذاشه رساله رو منتشر کنه، تا بعد گفتن آقا خب یه عده‌ای میخوان واقعا شما رو اعلم میدونن. آقای بروجردی فوت کرده بود، مجلس تعزیه میگیرن دیگه علما برای عالم بزرگ، اکثر علما با اخلاص میگیرن، برای خدا میگیرن، ولی خب بعضی هم به حواشیش هم توجه دارن. بعد آمدن به امام گفتن آقا مصطفی آمده بود به امام گفته بود که آقا همه آقایون برای آقای بروجردی مجلس گرفتن، فقط شما نگرفتید. امام گفته بود خب وقتی همه گرفتن من چرا بگیرم؟ مگه یک مشکل کمبود مجلسه؟ گفت آخر ایشون گفته بود آخر اینا تو حوزه معنا داره، وقتی یک مرجع میره کیا مجلس میگیرن اینا معنا داره. امام گفته بودم به خاطر همون معناش مجلس نمیگیرم، به همون معناش من کار دارم، مجلس نگرفت. گفت بریم مجلس آقایون دیگه شرکت میکنم. البته این معنیش نیست که بقیه تو این نقشه ها بودن، نه اونا هم خیلیشون نبودن ولی بعضیا بودن. یکی از اینا چون طلبه این دارم، یکی از بزرگان مرحوم عاشق علی محمد بروجردی، شنیدین اسمشون دیگه، از علمای صاحب نفس بود، الان قبرش در بروجرد مزاره، مردم میرن زیارت، حتی یهودی‌ها و اینا
پشت تشییع جنازه گریه کرد. زمان شاید دنیا رفت. خیلی عالمه. چون گاهی میرفت قبر نماز شب شد تو قبرستان میخوند و میامد و اینا، به بعضی گفت من بعضی از حتی با آگاهی بعضی از سوالا مسائل فقهیمو که اونجا نماز میخونم با ارواح بعضی از بزرگان فقهای سلف از اونا میپرسم، با اونا مشورت میکنم، مباحثه دارم. یه همچه آدمی یه وقت داشت تو خیابون رد میشد، دید دو تا همسایه دارن دعوا میکنن، فحشای خواهر مادر به هم میدن اینا. گفت چی آقا دعوا؟ گفت خاک روبه زباله. گفت میگه مال توی زباله، مال اینه. این میگه نخه مال اینه. یه ای آشقال محمد عباش پنگ کرد، آشقالا زباله ها رو ریخت تو عباش، گفت اینا مال منه، اینا مال منه. آخوند یعنی. بعد ایشان میگفت که بعد از به نظر من فوت آقای بزرگی، میگفت ما از بزرگ رفتیم قم. خب خیلی از بزرگان بودن که اصلا تو نخی مسائل نیستن، برای از برای وفاق، فقط برای خدا واقعا درس میکنه، برای خدا رساله چاپ میکنه، برای خدا اینا میکنه. ولی خب بعضی هم تو نقشه های دیگه بودن. یکی از شاگردان، یکی از کسانی که با ایشون مرتبط بود، میگفت ایشون گفت من تا رفتم تو مجلس یکی از این تیپ، از این تیپا کنار من بود، پرسید که قصدتم العشره؟ نگران شده بود که مثل که ما آمدیم که بمانیم، مثلا یک رقیبی اضافه شده. ما هم گفتیم نه، بدلناه به بلیت دو سره. قصدتم العشره؟ قصد دهه فرمودید که قرار بمونید؟ نه، بدلناه به بلیت دو سره. خب اینا ببینید، اینا هم دخالت داره در این که آقا یک فقیه اگه ترسو باشه، تهذیب نفس نکرده، ولی درس خونده، ملاست، ولی تهذیب نفس نکرده، تا یه پخی بهش میگه بترسه، از جانش بترسه. خب این لحظه خاص احتمالش زیاده که فتوا بده آقا مقاومت اینجا جایز نیست، واجب نیست. یک کسی تعجب نفس کرده، نمیترسه، میگه والله تا به حال من نترسیدم. میزان توکل، اخلاص آدم، شجاعتش، دلبستگیش به دنیا، حسادتش باشه یا نباشه، این مسائل حل شده. امام توی نجف به طلبهاش میگفت که دعا کنید که قبل از این که تعجب نفس کنید ریشاتون سفید نشه و امامهاتون بزرگ بشه. وقتی امامه ها بزرگ شد و ریشا سفید، دیگه سخت آدم خودشو اصلاح کنه. تا قبل از اینکه امامه ها بزرگ بشه و ریشا سفید، امام به طلبه هاش آگه میگفت آدم بشه. میگفت استاد ما آیش آبادی بعضی هم میگفتن آقا ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه سخت است. ایشون میگفت ملا شدن کی گفته آسونه؟ 50 سال 60 سال باید زحمت بکشی. ملا نما شدن آسونه؟ ملا شدن آسون نیست. باید بگیم ملا شدن چه سخت است، آدم شدن محال است. این استاد امام عایش آبادی گفته بود. خب اینا تأثیر داره. وقتی یک کسی وقتی که براش مهمه که بهش احترام بگذارن یا براش احترام نگذارن، این ممکنه تو فتوا آقا چرا مرحوم علامه سر قضیه نزع و قصر بحث آب چاه و نجاست و آب قلیل و اینا، هممون دیگه میدونیم اینو، ایشون قبل از اینکه فتوا بده دستور داد چایشو پر کردن، چای خونه رو پر کردن، بعد گفت حالا من فتوا میدم. به دو دلیل این کارو کردش. یک، اولا مردم بیرون نگن که خب آقا خودش اینجوریه، مشکلش اینه، باید هم اینجوری فتوا بده. فتوا من تابع منافع من نیست. دو، از این کمی دقیق تر، نکنه اون لحظه ای که من دارم سر دوراهی سلاحی ادله یه جایی میرسم که باید ترجیح بدم کدوم ادله مصلحتش ملزمه است، مصلحت ملزمه تری اشاره داره، کدوم مقدمه بر کدوم، نکنه در اون لحظه یه وقتی تو دل من خطور کنه که خب حالا که ادله مساویه، حالا که ادله مساویه، شما هم که چاه آبت مشکل داره و اینا، حالا بالاخره چه فرقی میکنه، ادله که نزدیک به همه، نکنه او دخالت داشته باشه در فتوایی که من میدم. من اصلا چاه آب نمیخوام، حالا فتوا میدم. چرا این کارو میکنه ایشون؟ برای که آقا یعنی میخوام بگم همش مسائل فقهی هم لزوما نیست. او بعد فقهیشو عرض کردیم، یه بخشش هم بعد شخصیه. یک کسی تهذیب نفس کرده، دنبال منافعش نیست. یک کسی میدونه اگه الان یه حکمی رو بده، ممکنه بخش مهمی از طرفداراش و مریداش از دست بده. مرید بازه. میگه حالا چه دلیلی داریم؟ اصلا تغییر رو گذاشتن برای همینجور وقتا شرعا.
اهم و مهم میکنیم، بعدم زود نسبت میده به مصالح امت، منافع خودمه نسبت بگم اسمشو بذارم مصالح امت. خب این کارو میکنی بعد نگی. یکی هم هست اصلا مثل امامه، اصلا براش مهم نیست کی حرفش میکنه. که یه وقت گفت اگر من بفهمم حکم خداوند، حکم الهی در یک مسئله چیست، اگر تمام ملت وایستم یک طرف، من جلوی همه خواهم ایستاد، فقط خدا. یکی هم اینجوریه. امام میگفت قوم نجف مشهد، چرا ساکت نشستید؟ تقیه حرام است، رفت اسلام. اون صداش نوارش هست، میگه رفت اسلام، هنوز نشستی تقیه میکنه؟ مگر تو همه چیز میشه تقیه کرد؟ مگه سر اصول مذهب میشه تقیه کرد؟ سر یه حکم فرعی خاص در یک مورد خاص تقیه گفتن؟ نگفتن داره طرف اصل اسلام میره. خواهی که در اصل مسائل تقیه بود، چرا سید الشهدا تقیه نکرد؟ او که باید واجبتر بود حفظ جان سید الشهدا، که چرا او تقیه نکنه؟ چرا ناموس پیغمبر، دختران پیغمبر رو بزنن حجاب از سرشون بردارن؟ او مهمتر بود یا جناب علی؟ یک سر ما و شما یک سلمه نخوریم.